مهشید ناظمی، فعال حقوق بشر و فعال مدنی از ترکیه همراه ما هستند. وقتتون بخیر خانم ناظمی. اگر بخوایم یک نگاهی از ابتدای ماجرا بیاندازیم، در واقع اینکه دو خبرنگار بیان و یک چنین خبری رو، یک چنین قتلی رو منتشر بکنن، ماها در بازداشت باشن و حالا دادگاه براشون تشکیل بشه، اون هم به ریاست ابوالقاسم صلواتی، نگاهتون چیه به کل این جریان؟ من هم سلام عرض میکنم خدمت شما. من از اول یک اشاره‌ای بکنم به ماجرای مهسا امینی و نقش خانم حامدی در این ماجرا. اول اینکه خب خبر مرگ مهسا امینی و بیهوش شدنش، خبر دستگیری و کتک زدنش، اول توسط برادر مهسا امینی به دلیل سر و صدایی که حالا در بازداشتگاه وزرا شده بود از طرف برادر مهسا امینی منتشر شد و خانم نیلوفر حامدی دو روز بعد از اینکه این خبر منتشر شد، اون هم به دستور مستقیم سردبیر روزنامه برای تهیه گزارش رفته و بعد از اینکه گزارش رو تهیه کرده بود، حتی با بازداشتگاه وزرا خانم حامدی تماس میگیره، با نیروی انتظامی تماس میگیره و اونا اعلام بیخبری میکنن از موضوع و میگن ما خبری نداریم و خانم حامدی تنها عکس پدربزرگ و پدر مهسا رو در بیمارستان منتشر کرده بود و عکس بیهوش شدن مهسا امینی روی تخت بیمارستان اولین بار توسط کس دیگری منتشر شده بود. حتی خانم حامدی در توییتر به این موضوع اشاره کرده بود که این عکس متعلق به من نیست و خب با توجه به نوع بازجویی هایی که خانم حامدی شده و اونچه که در بازجویی ها به اون گفته شده، کاملا مشخصه که خواستن خانم حامدی رو قربانی اهداف سیاسیشون بکنن. اعتراضات بعد از مرگ مهسا در جلوی در بیمارستان شروع شد و همون عصر حکومت یک عده رو دستگیر کرد. تمام شبکه های ماهواره‌ای داشتن به این موضوع میپرداختن، در مورد این اتفاق صحبت میکردن و نیلوفر حامدی کمترین نقشی رو در به وجود اومدن این اعتراضات داشته. ولی خب گستردگی و همه‌گیری اعتراضات بیشتر به دلیل دروغ‌های حکومت بود، مردم رو خشمگین کرد به خاطر اینکه عکسی که فیلمی که حکومت منتشر کرد ناقص بود. با روایت برادر مهسا، پرسنل بیمارستان و دخترایی که همزمان با مهسا امینی در وزرا بازداشت بودن کاملا فرق می‌کرد. خب مردم سالها از رفتار خشن و توهین‌آمیز گشت ارشاد خشمگین بودن و حالا این باعث شد که این اعتراضات خودش شدت پیدا کنه. بعد اومدن با یه سری دروغ‌های بیشتر و شلیک به معترضان، دستگیری معترضان، باعث شدن که این اعتراضات شدت پیدا کنه و مخصوصا بعد از حمله شاه چراغ اینا تصور میکردن که حالا مردم حمایتی میکنن ازشون، با اینکه بعد از این اتفاق مشخص شد که خیلی ها معتقد هستن که این کار کار خودشون بوده. حتی حامیان حکومت هم گفتن که این کار کار خودشون بوده و دیگه از این حکومت هواداری نمیکردن و حمایتی نمیکردن. حالا بعد از مدت ها با توجه به بازجویی ها و روایت هایی که من از همبندی های نیلوفر حامدی در زندان اوین و بند 209 زندان قمچک شنیدم، خب نیلوفر حامدی رو قربانی یک اهداف سیاسی کردن و خواستن حالا دوباره با یک سناریوی ساختگی بگن که ایشون یک دشمن قوی هست که آموزش دیده، سالها پول خرج کرده و با یک سری خائن داخلی خواستن که این اعتراضات رو در ایران شکل بدن. با وجود بودی که خانم نیلوفر حامدی تنها کاری که کرده این بوده که گزارشش رو صادقانه هر آنچه که بوده در گزارش نوشته و اون هم به دستور سردبیر روزنامه بوده. سپاس از شما. مهشید ناظمی، فعال حقوق بشر و فعال مدنی که از ترکیه همراه ما بودید.